بسم الله الرحمن الرحیم. در دومین و واپسین روز نشست میان افغانان در قطر، دو طرف ساعتها درباره نوشتن یک قطعنامه مشترک رایزنی کردند. در بخش از این قطعنامه بر ادامه گفتگوهای میان افغانان، کار نگرفتن از واژه‌های تهدیدآمیز در گفته‌های رسمی، رهایی بی قید و شرط زندانیان کهنسال، معیوب و بیمار، تضمین امنیت نهادهای آموزشی به شمول دانشگاه‌ها، مکتب‌ها، مدرسه‌ها، شفاخانه‌ها، بازارها، بندهای آبگردان و محل‌های کار در سرتاسر کشور و نیز از تلاش برای صفر ساختن تلفات غیر نظامیان تأکید شده است. در این قطعنامه دو طرف درباره نظام اسلامی در افغانستان نیز توافق کردند. په افغانستان کې په پیړیو پیړیو اسلام ستم خلک ټول مسلمانان دي، او په دې کې هیڅ شک نشته او هیڅ څوک د حق نه خپل ځان د نسی ورکولای چې زموږ اسلامي نظام باندې نوې کې وکی. هیڅ چیزی از جمهوریت، از انتخابات، از ارزش‌های اساسی دنیای امروز به صورت واضح گفته نمیشه، و برعکس وقتی گفته میشه که ایجاد نظام اسلامی از یک منظر خوب است، چون همه مسلمان است، نظام کنونی ما هم اسلامی است، ولی یک معنای دیگه هم در ذات همون جمله مستتر است که گویا نظام کنونی اسلامی تلقی نمیشه. در این قطعنامه آمده است که حقوق زنان در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی در چارچوب ارزش‌های اسلامی تأمین شود و نیز توافق‌های صلح افغانستان در یک نشست جهانی تایید گردند. صلح در کشور پایدار خواهد بود که ارزش‌های انسانی، نظام مردم سالار و حقوق اساسی شهروندان در آن محفوظ بوده و توافقی که صورت می‌گیرد تمثیل کننده خواست جمعی مردم افغانستان باشد. دو طرف گفتگوها را در قطر برای پایان دادن به جنگ تحمیلی در کشور اثرگذار می‌گویند و بر آغاز روند سال همزمان با تکمیل شرایط لازم تاکید می‌ورزند. با این همه توافق‌های دو طرف در نشست دوحه ضمانت اجرایی ندارند و شرکت کنندگان در این نشست از نشانی‌های فردیشان شرکت کرده بودند.